گذرنامه های پاکستانی در نزد طالبان. مشاور امنیت ملی میگوید که طالبان با گذرنامه های پاکستانی به قطر رفته بودند. از اینا نپرسیدن که شما از کدام میدان هوایی به قطر آمدید، با کدام پاسپورت آمدید، بلکه برمیگردید کجا آمدید. تیرباران شدن 8 کارگر از سوی طالبان در ولایت لوگر. برگزاری نخستین نشست کمیته گزینش اعضای نهگانه کمیسیون مستقل انتخابات. تاکید واشنگتن بر به میان آمدن بیدرنگ نظم و ثبات در مصر. با آغاز کار خیرریزی جاده چهارقلعه چهاردیهی. سلام، با مشروع خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه 27 ماه سرطان سال 1392 هجری خورشیدی و 18 ماه جولای سال 2013 میلادی است. مشاور امنیت ملی در رویداد حمله بر برادرش استخبارات پاکستان را متهم می سازد و می گوید که کشتن سران بلندپایه حکومت و اعضای خانواده هایشان بخش از برنامه های استخبارات بیگانه است. دکتر سپنتا تاکید می ورزد که دولت برای طالبان دو گزینه دارد. این گروه یا باید بر روند صلح بپیوندد و یا دولت تا شکست کامل این گروه خواهد جنگید. جاوید زیارت جاهی از هرات گزارش می دهد. مشاور امنیت ملی در مراسم خاکسپاری برادرش استخبارات نظامی پاکستان را مسئول این قتل می داند و می افزاید که 2 هفته پیش به او پیام فرستاده بودند که به اعضای خانواده و برادرش حمله خواهند کرد. یک ادی مزدور و خودفروخته در زیرزمینی های کویته و پشاور و میرام شاه پنهان کردن، آموزش می دن، تربیه می کنن و اینا هر روز جوانان ما، خواهران ما، دختران ما و بچه های ما رو می کشن. دکتر اسپانتا تاکید می ورزد که سران و رهبران بلندپایه طالبان در خاک پاکستان هستند و مقام ها و سران حکومتی این کشور آنان را رهبری می کنند و می افزاید طالبان که به بهانه گفتگو با دولت افغانستان به دفتر قطر رفتند، پاسپورت های پاکستانی داشتند و از خاک پاکستان به سوی قطر پرواز کردند. پاکستان 11-12 سال است به جامعه بین المللی میگوید که ما خبر نداریم که رهبری طالبان کجاست. ولی هیچ کس امروز نمیپرسه از اونا که این کسایی که با اون شکمای گنده گندی خود کار روز پناه و چربی خوردن و حتما بیشتر اینا مبتلا و هزارها مرض کلسترول هستن، از اینا نپرسیدن که شما از کدام میدان هوایی به قطر آمدین، با کدام پاسپورت آمدین، حال که برمیگردین کجا میرین. احمد ولی طاهری برادر مشاور امنیت ملی صبح روز چهارشنبه در ولسوالی کروخ هرات توسط فردی که سوار بر یک موتورسایکل بود هدف قرار گرفت و کشته شد. طالبان 8 کارگر را که در یک پایگاه نظامی آمریکایی در ولایت لوگر کار میکردند تیرباران کردند. فرمانده پلیس لوگر میگوید که طالبان بامداد امروز این کارگران را هنگامی که به سوی محل کارشان میرفتند در نزدیک همین پایگاه ربودند و سپس آنان را در منطقه خوشی این ولایت تیرباران کردند. نزدیکان این کارگران از حکومت میخواهند که سیاست تضرع را کنار بگذارد و در برابر طالبان به گونه جدی برخورد کند. تیرباران این 8 کارگر خونین ترین رویداد در ماه رمضان گفته شده است. جاوید استانگزی از ولایت لوگر گزارش میدهد. طالبان 8 کارگر را در نزدیکی پایگاه نیروهای آمریکایی و ساختمان ولایت لوگر تیرباران کردند و بدین گونه بار دیگر شماری از خانواده ها را به غم شاندند. گفته می شود که در یک سال گذشته این 4مین رویداد در ولایت لوگر است که در آن غیر نظامیان کشته می شوند. تمامی قربانیان رویداد کنونی از روستای کلنگار هستند. این هم ناله و فریاد مادر جواد که 20 روز از عروسیش میگذرد. وحید الله قربانی دیگر این رویداد که از وای 2 پسر خردسال به جا مانده است. پدرت کجا؟ علالش کردن. این دو جوان نیز نانآور خانواده هایشان بودند که از سوی طالبان کشته شدند. نانم نباشه، آدمم کشته شوه، دولتم دست کیلومتری پیشو دولتش کشته، همه قطعه نداری، تو امنیت نداری. اینجا منطقه مسجد بیات است، جایی که در کمتر از 3 کیلومتر با کمپ شنگ و ولایت لوگر فاصله دارد. طالبان صبح امروز 8 نفر از کارگرانی که در کمپ شنگ کار میکردند در اینجا پایین آوردند
و به ضرب گلوله کشتند. نزدیکان قربانیان این رویداد از حکومت به ویژه نهادهای عدلی و قضایی سخت انتقاد میکنند. از پشت مولای ماجد شو ترابه کرده، نماز خوانده، صبح نماز خوانده، رفته سر کار خود، آماده این کافر است یا او کافر است. افزایش فعالیت های طالبان و کشته شدن غیر نظامیان باشندگان ولایت لوگر را به سطوح آورده است. بسیاری از خانواده هایی که نزدیکانشان با نیروهای داخلی و خارجی کار می کنند، از ترس از روستاهایشان فرار کردند و به کابل آمدند. رئیس جمهور کرزی این کشتار را غریب کشی و دشمنی آشکار با اسلام گفته است و آن را به شدت نکوهش کرده است. حکومت با وجود گرفتن پولهای هنگفت، امنیت کاروانهای بازرگانی را در مسیر شاهراها به گونه لازم تامین نمی کند. مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع با ابراز این مطلب می گویند تنها در چهار ماه گذشته بیش از 250 موتر باربری در شاهراه کابل کندهار آتش زده شدند. این مسئولان میگویند وجود فساد گسترده در میان مقام های حکومت مرکزی و نیز در میان مقام های محلی در برنامه رساندن کاروان های بازرگانی به مقصد سبب افزایش تاراج کالاهای تجارتی و سوختاندن موترها در ماه های اخیر شده است. ذبیح الله جهان مل گزارش میدهد. هرچند نیروهای محافظت عامه وزارت امور داخله در بدل گرفتن بیش از 2500 دلار از هر موتر باربری وظیفه تامین امنیت کاروانهای تجارتی را به دوش دارند، اما مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند که این نیروها امنیت کاروانها را به گونه لازم تامین نمی کنند. از این رو تنها در چهار ماه گذشته بیش از 250 موتر باربری در شهرهای کشور به ویژه شهرهای کابل کندهار سوختانده شدند. 200 موتر باربری پس از غارت کالاهای بازرگانی در بازار سیاه فروخته شدند و در همین مدت بیش از 100 راننده موترهای باربری کشته شدند. همچنان در 4 ماه گذشته شرکت‌های حمل و نقل بیش از 41 میلیون دلار زیان دیدند. تعداد آسیب‌های مالی که برای سکتور خصوصی رسیده، مقداری که برای زیار رسیده، این بیشتر از 10 سال است که در 4 ماه رسیده. اتاق تجارت و صنایع ادعا می کند که نیروهای محافظت عامه در زمان همراهی کاروانهای تجارتی شمار زیادی از موترهای باربری را بدون ثبت و به گونه قاچاق داخل کاروان می سازند که پول تامین امنیتی این موترها به جیب فرماندهان و مسئولان محافظت عامه می رود، در حالی که با این کار شمار موترها زیاد می شوند و نیروهای اندک محافظت عامه نمی توانند امنیت کامل کاروان را تامین کند. با ما بسیار آزار و اذیت می گنند. دیگر برناقند قویم میگره که این در نمی جر تاشه و پیسه بطی. پیسه نمیتی برادر مود قیمیل دفر خیده میزنیم. در خود این منطقه سالار میتی جا از این مینوشار طرف دیگر است. پلستر گفته او طرف دیگر تا غزنی ره. اما وزارت امور داخله با پذیرفتن مشکلات در این بخش دست گروه های مافیایی را در آماش قرار دادن کاروان های تجارتی دخیل میداند. مافیایی که نمیخواید محافظت عامه به پای ایستاده شود و نمیگذارند که این قدرتی که امروز موجود است در محافظت عامه و به خصوص عواید پاک و عوایدی که از عرضه خدمات به نفع مردم افغانستان تمام میشه او حاصل شود، شاید دستایی باشه که کار بکنه تا مانعی روان شود. در حال حاضر شهرهای کابل کندهار یکی از بزرگترین و ناامن‌ترین شهرها در کشور به شمار می‌رود. هرچند پیش از این نیز رفت آمد موترهای باربری و کاروانهای اکمالاتی از این شهرها پر خطر بوده است، اما به گفته شمار از رانندگان از سیما به دین سو حملات بر کاروانهای اکمالاتی در این شهرها به چند برابر افزایش یافته است. ذبیح الله جهانمل، طلوع نیوز، شهرهای کابل کندهار. نخستین نشست کمیته گزینش اعضای نهگانه کمیسیون مستقل انتخابات امروز در شورای ملی برگزار شد. بر بنیاد قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات قرار بود که در نخستین نشست این کمیته رئیس این کمیته تعیین شود، اما گفته می شود که گفتگوهای نشست نتیجه به همراه نداشت، زیرا رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر با یک نماینده جامعه مدنی که عضویت این کمیته را دارند در این نشست حضور نداشتند. صالح سادات گزارش می‌دهد. نخستین نشست کمیته گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات بر روز پنج شنبه در شورای ملی برگزار شد. این کمیته که 6 عضو دارد 27 تن را برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات به رئیس جمهور کرزی پیشنهاد می‌کند و رئیس جمهور از این میان 9 تن را به حیث اعضای کمیسیون مستقل انتخابات می‌گمارد. رئیس مجلس سنا اصل شایسته سالاری را از معیارهای مهم در گماشتن اعضای کمیسیون مستقل انتخابات می داند.
او عادل خلکو چې ترسوم او ذهن او فکر کار کوي انتخاب کوي هغه بجرات مام جمهور رئیس ته دغه اعتماد شي د افغانستان د ملت استازو په دغه شپږ نفرو کړی ان شاء الله به دا نه هیروو د افغانستان ملت په خدمت کې وي. در همین حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از اعضای این کمیته می خواهد که در گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات از دقت فراوان باید کار گیرند. هر زمانی که این کمیته گزینش ناکام مانه و یا نتانه افراد مستقل را به کمیسیون که مورد پذیرش تمام اقشار مختلف و گروه های دستن در کار باشند او را نتانه انتخاب بکنه، پس صدمه کلانتر به او هدف کلانتر میرسانه که استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات است. گفته می شود که اعضای کنونی کمیسیون مستقل انتخابات نیز از چهره های خواهند بود که باری دیگر به عضویت این کمیسیون پیشنهاد خواهند شد. بر بنیاد قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات پس از گماشته شدن اعضای کمیسیون مستقل انتخابات هیئت اداری آن یعنی رئیس، یک معاون و منشی از میان نو عضو این نهاد برگزیده خواهند شد. در این قانون آمده است که رئیس دبیرخانه این کمیسیون با توافق اعضای این نهاد پیشنهاد و با منظوری رئیس جمهور گماشته خواهد شد. افغانستان بزرگترین شمار معتادان را در جهان دارد. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد از افزایش معتادان در کشور بسیار نگران است و میگوید که دولت افغانستان و جامعه جهانی برای نابودی این پدیده برنامه‌های جدی و مؤثر ندارند. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم‌های سازمان یافته سازمان ملل متحد معافیت از مجازات، وجود فساد گسترده و فرار از قانون را از عوامل مهم در افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان گفته است. انیسه شهید گزارش می‌دهد. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم‌های سازمان ملل متحد می‌گوید که دولت افغانستان برای مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان اراده سیاسی ندارد. از کشت کوکنار تنها چند تن سود میبرند، اما فکر نمی کنند افرادی که به مواد مخدر معتاد می شوند خواهر، برادر یا یکی از اعضای خانواده ایشان است. این یک بحران جدی برای افغانستان است و این رقم در حال افزایش است که قابل قبول نیست و دولت افغانستان باید اقدام جدی را در این باره روی دست گیرد. وزارت صحت عامه نیز افزایش معتادان را در کشور نگران کننده می داند. ایران تا چلارم ایران که معتاد شمه حالتا چی معتاد شما اول می تاریک وحیلن بالا تاریک کنید که رستات همی شروع بکنید. حدود یک سال هست که زیر یک پل زندگی میکنیم. از خانه من دختم ما رو بیرون شبا دایی چه تلی و دایی چیزا خواه میکنیم. این منطقه پل سخته کابل است. زیر پل سخته پناهگاه ده ها معتاد است. ده ها معتاد روزانه در اینجا می آیند و مواد مخدر مصرف میکنند. در برخی موارد حتی خانواده ها یعنی مردا با زن و فرزندشان به اینجا میان و مواد مخدر مصرف میکنند. سازمان ملل متحد کسانی را که در مقام های بلند کار میکنند، زورمندان و کارمندان دولت را در تولید و قاچاق مواد مخدر و درآمدهای غیر قانونی دخیل میداند. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش 6:30 پس از خبرهای این ساعت در طلوع نیوز. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان خواهان آغاز بیدرنگ گفتگوها درباره تفاهمنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن شده است. این نهاد از حکومت می خواهد تا به سیاست‌های نادرست و خواست‌های شخصی حلقه‌های درون حکومت برای امضای این تفاهمنامه پایان بدهد. این نهاد در اعلامیه هر گونه تأخیر در امضای تفاهمنامه امنیتی کابل و واشنگتن را سبب تیرگی روابط میان دو کشور می‌داند. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می دهد. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر هر گونه تأخیر را در امضای تفاهمنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن بر دو کشور زیان بار می داند و برای امضای این تفاهمنامه خواهان عملکرد حکومت بر بنیاد پیمان راهبردی میان کابل و واشنگتن است. 100% باید این مذاکرات دوباره آغاز شود و این مذاکرات باید در یک فضای خوب آغاز شود و این چارچوب توافقنامه استراتژیک باید آغاز شود. از سوی دیگه اگر چنین دیپلماسی ادامه پیدا میکنه قربانی از بدون شک مردم افغانستان خود بود. حکومت باید خپل هغه دیپلماسی یا هغه سیاسی اهداف چې دی مسائل ترشا لري هغه نه باید لاس واخلي او
د افغانستان د ملي ګټو او هغه ګټو د پاره باید کار وکړي چې ټولو افغانانو ته ګټه رسیږي. این نهاد روند گفتگوهای صلح را نیز شفاف نمی‌داند و می‌افزاید که حتی مقام‌های بلندپایه حکومت و بسیاری از اعضای شورای عالی صلح از چگونگی این گفتگوها آگاه نیستند. در رابطه با برنامه صلح هم هیچ گونه شفافیت وجود ندارد. شما حتی گاه گاهی از معاونین رئیس جمهور هم می‌شنوید که ابراز نگرانی می‌کنه در رابطه با پروسه صلح. این به چه معنی است که حتی اراکین بسیار بلندپایه حکومت و دولت هم دخله اطلاعات نسبت به موضوعات صلح قرار داره و بدون شک حتی تعداد از اعضای شورای عالی صلح هم مستراق داریم که اونا اطلاعات بسیار شفاف و دقیق در رابطه با پروسه صلح ندارن. به باور این شبکه نبود گفتگوهای سازنده میان کابل و غرب روابط کابل و غرب را کمرنگ ساخته است. با این هم حکومت افغانستان هر گونه تصمیم را درباره امضای تفاهمنامه امنیتی به لوی جرگه واگذار کرده است. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برآمدن بیدرنگ نظم و ثبات در مصر و توقف خشونت‌ها در این کشور تاکید می‌ورزد. جان کری از بازداشت رهبران جنبش اخوان المسلمین مصر ابراز نگرانی می‌کند. بس حکومت موقت این کشور می‌خواهد تا از حقوق مصریان حفاظت کند. در همین حال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار رهایی بیدرنگ محمد مرسی از بازداشت شده است. کاترین اشتون میگوید از این که نتوانست است با محمد مرسی در بازداشت دیدار کند متاسف است. همزمان با افزایش فشارهای جهانی بر مقامهای مصر برای رهایی محمد مرسی، ده‌ها هزار تن از هواداران و مخالفان مرسی در شهرهای گوناگون به جاده‌ها ریختند و شماری از هواداران مرسی با نیروهای امنیتی نیز درگیر شدند. در همین حال وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هرچند از ناآرامی‌ها در مصر ابراز نگرانی می‌کند، اما می‌گوید که واشنگتن درباره این که آیا برکناری محمد مرسی یک کودتا بود یا نه هیچ گونه تصمیم شتاب زده نخواهد گرفت. اگر این اقدام ارتش مصر کودتا پنداشته شود، کمکی 1.55 میلیارد دلاری واشنگتن به این کشور متاثر خواهد شد. رئیس جمهور اوباما نگرانی بسیار شرف ما را درباره برکناری محمد مرسی از سوی ارتش و بدتعویق انداختن قانون اساسی این کشور بسیار روشن ابراز داشته است. اما واقعیت این است که اوضاع در مصر بسیار جدی است و از همین رو اعلام تصمیم ما درباره این اقدام ارتش زمان می خواهد. همزمان با این مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر در شهر قاهره دیدار کرد و خواستار رهایی بدرنگ محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده از سوی ارتش و برگشت دموکراسی در مصر گردید. در همین حال یک رهبر جنبش اخوان المسلمین پس از دیدار با کاترین اشتون سفر وی را برای حل بحران کنونی مصر به نتیجه می داند. نماینده پیشنهاد شده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد کارکردهای شورای امنیت این سازمان را درباره سوریه انتقاد می کند. وی با حضور یافتن در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا می گوید که پاسخ شورای امنیت سازمان ملل به کشتارها در سوریه چیز جز یک رسوایی نیست. در همین حال رئیس ارتش بریتانیا هشدار می دهد که وضع منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه می تواند به جنگ منجر شود. بیننده های گرامی، به ادامه خبرهای کشور و جهان، رویدادهای اقتصادی پس از یک وقفه کوتاه. این هم چند خبر اقتصادی. کار بازسازی جاده چهارقلعه چهاردهی از پل سوخته تا دارالامان به گونه اساسی با کمک ترکیه آغاز شد. مسئولان شهرداری کابل میگویند که این جاده به درازای 4.5 کیلومتر و با هزینه بیش از 11 میلیون دلار به گونه معیاری قیرریزی می شود. امسال حاصلات گندم در ولایت هلمند نسبت به پارسال 50% افزایش یافته است. ریاست زراعت آبیاری ولایت هلمند میگوید که توزیع تخم‌های اصلاح شده و تشویق کشاورزان به کشت گندم
از علتهای اصلی افزایش حاصلات گندم در این ولایت است. اما شمار از کشاورزان هلمند از نبود بازارهای مناسب برای فراورده هایشان شکایت دارند. خبرهای ورزشی را همکارم سمیر رسا تقدیمتان میکند. سلام دوستان، به شن رویداد ورزشی خوش آمدید. تیم ملی والیبال افغانستان با 3 شکست پای در پای امروز به کشور برگشت. افغانستان با حضور در رقابت‌های قهرمانی جنوب آسیا که در نیپال برگزار شده بودند، در برابر نیپال، سریلانکا و مالدیف شکست خورد. فدراسیون والیبال افغانستان میگوید این بازی‌ها برای ورزشکاران والیبال کشور یک تجربه بود و افغانستان برای حضور قدرتمندانه در رقابت‌های قهرمانی آسیا که تا 3 ماه دیگر در دبی برگزار می‌شوند، آمادگی‌های خوبی خواهند گرفت. فدراسیون والیبال کشور از تلاش‌ها برای بهتر شدن تیم ملی والیبال افغانستان سخن می‌زند. هدف ما که مسابقات بعدی مسابقات قهرمانی آسیا است، برزو برنامه خوبتر را انشاءالله آماده می‌کنیم. من نمیتوانم اکنون چیزی بگویم که در ترکیب تیم ملی والیبال افغانستان تغییرات بیاید، اما تلاش میکنم تا در آینده های یک تیم والیبال خوبی داشته باشیم. پیش از این نیز تیم ملی والیبال افغانستان در رقابت های حوزه مرکز آسیا در کازاخستان شرکت کرده بود که با پذیرفتن 2 شکست پی در پی در برابر کازاخستان و ازبکستان به کارش در آن رقابت ها پایان داده بود. رقابت‌های فوتسال جام رسانه‌ها برای گرامی‌داشت از ماه مبارک رمضان قرعه‌کشی شد. در این رقابت‌ها 14 تیم از رسانه‌های کشور و در 4 گروه رقیبانشان را شناختند. در گروه اول شرکت طلوع، دانشگاه آمریکایی افغانستان، آژانس خبری بختی و تلویزیون یک در برابر هم سفرایی می‌کنند. در گروه دوم تلویزیون راه فردا، تلویزیون طلوع و تلویزیون نگار روبروی هم می‌ایستند. در گروه سوم تلویزیون های خورشید، تمدن و آرزو همگروه هستند و در گروه چهارم تلویزیون نور، آریانا، آژانس خبری محصلین افغانستان و تلویزیون سه با هم دیدار می کنند. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیمتان می کند. فردا کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 22. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 31. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 26. جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 27. و سرانجام شهر هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 25. و آخرین خبر، نلسون ماندلا 95مین سال روز تولدش را در بیمارستان سپری کرد. در حالی که مردم آفریقای جنوبی و جهان در حال تجلیل از 95مین سال روز تولد نلسون ماندلا هستند، وی در یک وضع بخیم جسمانی اما ثابت در بیمارستان بسر می برد. دیگر برنامه های طلوع نیوز و طلوع را هم دنبال کنید. خدا نگهدار.